ما دیروز در سوده شدیشی در برای پینحس صحبت کردیم. پینحس به نظر به نظر کوهن شیب خموتی ششم درخت فرمود که چون پینحس نسبت به من و قوم اسرائیل غیرت ورزید و به خاطر اون من قوم اسرائیل را فرا نکردم، برابر این با این عهد میبندم که هیچ وقت مرگ نبینه و همیشه زنده باشه و تا حالا هم زنده است. منتها چی؟ بدنش روحانی شده و نشما رفته بالا، مرگ به چشم ندید. و اینجا ما این بحث بریم که غیرت بردیدن این چیه؟ غیرت بردیدن یعنی که انسان میخواد کسانی که مخالف خط اشن ورخ رفتار میکنن اینا را از این کارشون منع بکنه و اینا را وادار میکنه که اشن ورخ را عبادت بکنن و رضایت اشن ورخ فراهم بکنن. و خیلی خیال میکنن که غیرت بردیدن یعنی داد و فریاد و جنگ و دعوا و ناسزا گفتن و کتک و این چیزا، این شد غیرت. و همطور که پینحس اومد با زمری منسلو و کذبی بسور را کشت، پس یعنی غیرت بردیدن یعنی این کارا کارای خشن با خشونت رفتار کردن. این درست نیست، کاملا اشتباهه، چون پینحس رای دیگه داشت، رای چاره دیگه نداشت، فقط تنها راه همین بود. ولی در هر موردی که ما میخواییم کسانی را که مخالف خط اشن ورخ رفتار میکنن اونا را از کارشون ما باز بداریم، راه این راه چیه؟ خیلی با ملایمت، نرمی با سیاست. ملایمت یعنی خیلی آرام، ساکت و خوشرویی و خوشرفتاری طرف را از کاری ندرست ما اینا برگردانیم و به راه راست بیاریم. برعکس اگر انسان بخواد با خشونت و با تندی و با توپ دشار رفتار بکنه موفق که نمیشه هیچی، باید میشه اونها هم بدتر بکنن، لج بکنن. دوباره این رای درست نیست، کاملا غلطه. و معمولا بس اینا سیاست بخواد دار. سیاست یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در کشوری کارای میکنن که ممکنه صلح خبر میابنه و دنیا رو به هم بزنه، اما تصمیم میگیرن که این کشور رو ادب بکنن، چیکار بکنن، جنگ بکنن، این همه تلفات مالی و جانی به پیش میاد و این اصلا صلاح هیچ کاری نکنن، امیه خودش کارش رو میکنه. چیکار میکنن؟ سیاست تحریم اقتصادی. هم این همه تلفات جانی و مالی پیش نیامد و این کشور هم ادب میشه. پس شد این سیاست. انسان باید همیشه فکر بکنه که چه کار بکنه که هم طرف دلگیر نشه و دلزده نشه و هم حرف ما رو بشنبه. معمولا مثلا در خانواده ای که بچه ها یا زن خانواده کاری میکنه که این مخالف خواست شما هست، این نمیشه نه داد و فریاد داد نه تشکره و جنجال پیدا کرد، بلکه بعد با سیاست رفتار کرد. مثلا چی؟ مثلا اینا ببرن گردش، بعد از گردش میگن خوب شد، خوب بود، خب حالا چون همینطور که من شما رو خوشحال کردم ما را بعد خوشحال بکنی که چی؟ این کار را بکن، اون کار نکن، این درسته، اون درسته، اون درسته. اینا وقتی که در موقع شادی، در موقع کیف و نوش، ایش و نوش این چیزا میشنوند، به دلشون میشنوه، به دلشون میشینه و سعی میکنن که خواسته پدرشون را این برآورده بکنن، خواسته را برآورده کنن، تا اونجا میکنن داره سعی میکنن. یا مثلا یک جایزه، یک هدیه خرید بهشون داد، ببینید همونطور که شما من شما رو خوشحال کردم،
شما رو خوشحال بکنی چی؟ این کار بکنی؟ این کار نکنی؟ این درسته؟ این درست نیست؟ و هر کس که حرف من رو بشنبه بفته دیگه من دو برابر بهش میدم. دیگه این موقع دیگه در این صورت این تشویق میشن، اینا ترغیب میشن و سعی میکنن با تو میگم سعی میکنن که این خواست درخواست اینا برآورده بکنن. این چون سیاست، این سیاست. در موضوع هم اینه که انسان وقتی موقع فشار تنگی و فشار و مضیقه وقت ذکر وقت هیچ اصلا تذکری نده. مثلا در عطر شبات بعد از شبات که همه زن خانواده و همه بچه ها در حال تدارک شبات هستند و سعی میکنن که هرچی دوتر کارا دو تموم بشه و کارا درست بشه و روبرا بشه، انسان نمیدونه بیاد تدارک رو ها چرا این کارا کردی؟ چرا اون حرف زدی؟ چرا این عمل انجامی؟ چرا این کار میکنی؟ چرا اون کار نمیکنی؟ این موقع بسیار بسیار حساسه و این اصلا حرفایی که انسان بزنه اصلا تاثیر نمیکنه، هیچی ممکنه بدترم بشه. در موقع ضیق وقت و تنگی وقت نباید انسان هیچ تذکر بده، اصلا هیچ حرف بزنه، هیچی وقتش نیست. چه بقیه بعد این حرف بزنه؟ مثلا در شب شبات روی توی سعودا انسان بستی، اینم با وجود اینم بستی اون موقع با تدبیر و با اندیشه و با سیاست رفتار کنید. چی؟ نگه چرا این کار کردید؟ چرا این کار میکنید؟ این کار درستی؟ این کار غلطه؟ خجالت بکشید؟ یعنی چی؟ این اصلا این کارا اینطور حرف زدن بسیار مضره. چیکار باید بکنه؟ انسان باید یک داستانی تعریف بکنه از میدراش، از بزرگان اسرائیل که در این داستان این موضوعی که اینها مراعات میکنن در اونجا ذکر شده که کسی که این موضوع رو مراعات میکنه چقدر براش بدی پیش میاد، چقدر ناراحت میشه، چقدر مزد از دست میده، چقدر آخرت بدی داره. اینطور به این ترتیب اینا خودشون میفهمن و چون بهشون به احترام اینا به احترامشون به حیثیتشون به شخصیتشون اینا لطمه‌ای وارد نشده و احترامشون سر جاش مونده، اینها سعی میکنن که این خاطره این درخواست را برآورده بکنن و این موضوع حل بشه، این مشکل این مسئله حل بشه، اینطور باید بشه. حالا یه موضوع هم هست که انسان بعد وقت هست که دردش جوش میاد دردش خیلی دردی میشه، خیلی در درونش آتش فشانیه و در این صورت نباید هیچ حرف بزنه. چرا؟ اگر حرف بزنه از بدون اینکه بخواد بدون اختیار داد و فریاد و فغان و ناسزا و فحش و اینطلا میده و این چی شد؟ هیچ. باید چه کار بکنه؟ صبر کنه چون جوشی که درش در وجود هست بخوابه ساکت آرام بشه، خوب سرد بشه، بعد صحبت بکنه. در درباره عربی اسرائیل سلام تعالی سلام که ایشون یکی از بزرگترین مهمترین حاکم اسرائیل تقریبا در 150 سال پیش که زندگی زیست میکردن، 160 سال پیش در لهستان در اروپای شرقی، ایشون بنیانگذار آموختن موسار بودن. یعنی ایشون اومدن در قوم اسرائیل این جنبش را ایجاد کردن که انسان باید موسار بخونه، کتاب موسار، کتاب هایی هست که درباره اصلاح اخلاق انسان نوشته شده، مثل مصرات دیشاریم، مثل شعرت شوبا، حوات الابابود، پلی یاعد و خیلی کتاب های دیگه. این کتاب ها درباره چیز صحبت میکنن؟ در برای اینکه انسان بایستی اخلاق خودش بایستی اصلاح بکنه، باید خوش اخلاق باشه، بایستی زرنگ باشه، بایستی دست و دلباز باشه، با مردم خوش رفته و خوش رفته کنه. این انواع اقسام خسرات های بد را در این کتاب ها بررسی میکنن و این بهشون یاد میدن که چه کار باید بکنه که از این خسرات های بد دست بکشه و خودش را خوش اخلاق و و صالح بکنه. این کتابی مثاله و ایشون به در اومدن و میتونن تقدیم کردن که انسان هر کسی باید حتما
در عرض روز نیم ساعت کمی بیشتر کمی کمتر مصار بخونه پند و اندار. یه رفعه ایشون یک از یه نفر یک کاری عملی دیدن که عمل بسیار برشون ناراحت کننده بود و خیلی از این یکی خوردن و غیرتشون خیلی جوش اومد. ولی چی فکر کردن علمم برم این صحبت کنم من حتما عصبانی میشم، داد فریاد میزنم. پس این پایین نمازه چیکار کرد؟ 6 ماه صحب کرد تا کاملا این جوشش غیرتش بخوابه، آرام بشه، آسوده بشه. بعد 6 ماه صحبت کرد که در این صورت میاد با کمال خوشبویی و محبت و آرامش و آسایش میاد با این صحبت میکنه. در این صورت وقتی که این کلمات با ادروی محبت و خوشرویی و با وجود بسیار آرام و آسوده گفته میشه، این طرف حرف رو گوش میکنه، قبول میکنه و ادکار خود دست میبینید. 6 ماه این 6 ماه خیلیه. این 6 ماه ممکنه این شخص 100 بار بازم کرده باشه، بهتره که 100 بار بکنه و نره به اون داد و فریاد تعریف بزنه که آخر چی بشه. این که از کار دست نکشه، هیچی بهتر هم بکنه، لج بکنه و برای فایده چیه؟ بهتره که نکنه. پس این در این صورت انسان باید بدونه که چطور بعد در چه موقعی بعد در چه وضعیتی در چه صورتی انسان بیاد و غیرت برده به برای عشق برخ. این در همونطور که پین هاست به خاطر غیرت بردیدن برای عشق برخ چی شد؟ مزدکی شد به حیات ابدی که مرگ به چشم ندید. پس انیجاد میگیریم که اگر کسی برای احترام برخ غیرت برده عمرش دیراد میشه، عمرش دراد میشه. اینطور در میاد وقتی که انسان کار پین هاست را بکنه عشق برخ بهش طورانی عمر میده. و این هم باید بدونیم که خیلی از صدیقیم هستن که اینها به خاطر اینکه نمیخواستن مردم را ناراحت بکنن، مردم را دل آزرده دل بکنن، از تذکر دادن چشم پوشیدن، هیچ کار نکردن. به خاطر همینه که این صدیقین بالاخره بسیار بسیار عذاب کشیدن، رنج کشیدن. چرا؟ چون گناهی که اونها میکنن پای اینا حساب میشه. برابری بعد چیکار کنن؟ اینا رنج و عذاب بکشن تا این گناه ها کفاره بشن. به خاطر همینه خیلی از صدیقین که این رنج آزم میکشن برای چیه؟ نه برای گناه خودشون، بلکه برای اینکه دیگران میتونستن از کار نادرست باز بدارن، نکردن، این عوان پایین ها حساب شده. برای مرین اینا کشیدن، این همه رنج آزم کشیدن. پس این هم هست و انسان در این صورت میتونه خیلی از مسائل مشکل و بغرنج زندگی و درد و درد کشیدن و رنج و عذاب را از خودش دور بکنه. به این به صورت پرهیز دادن مردم از کارهای بد. البته این هم مهم هست بگه بعد بدونیم که خیلی خیلی مهمه که انسان قبل از اینکه بره به کسی صحبت بکنه برای اینکه این از کار نادرش دست بکشه، خیلی خوبه که انسان تفیلا بخونه در گاهشن برخ هچم درخ درخواست بکنه که به انسان کمک بکنه، که به این شخص نفوذ بکنه و حرفهایش در قلب این تأثیر داشته باشن. در این صورت خیلی بیشتر میتونه موفق بشه برای اصلاح کردن این شخص. و خیلی خوبه که انسان لشه میحود بخونه، ایشو میحود قبر خون شنته و بیدهل رحمو و انه با نقیه مصفت حقیه توخیه مصفت لطی تبرهت. من میخوام مصفای نصیحت کردن یک کمیتری رو انجام بدم. همینطور یک مثال دیگه هم هست که انسان موقع نصیحت کردن باید مواظب باشه که شرف را خجالت نده، شرمنده نکنه، اینا به احترامش لطمه نزنه. در این صورت این خیلی 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 موثره که حرفایی که میزنه به دیگری اثر بکنه و این تجربه بکنه. یه رسان که اشان برای ما کمک کنه که بتونیم به طور درست صحیح این برای حشد برخ غیرت بردیم و به دخوت این بسیار بسیار از فیضها و برکات شامل ما باشه. چون وقتی که انسان دیگران را از کار بعدیشون کاری که بعد میداره تا
تمام هر خودی که اینا دارن میاد به حساب اینا حساب این میشه. یعنی در آسمان هر خود اینا این مردم انجام بدن یه در این خود شرکت داره شریکه و چقدر زخودش چقدر زیاد عظیم میشه. اینم باید بدونیم و ایراتان که شد برای کمک کنه که بتونیم درست به طور صحیح در موقع صحیح و به طرز صحیح مردم را از کار نادرست برگردانیم.